این کودک 9 ساله که در یک انفجار چند سال پیش پدرش را از دست داده است و کلون بار خانواده ده نفری خود را به دوش میکشد، میگوید علاقه زیادی رفتن به مکتب را دارد، ولی بار سنگین روزگار ناگزیرش کرده از بام تا شام در شهر زباله جمع آوری کند. من آخر مصنوع را بیادرم کار نکنم، بسیر و در وقت کورم پیدا نکنم، یارم در خانم نام میبرم. تنها زمیر نیست که مصروف کارهای شاق است، بل کودکان دیگری نیز مانند او از شرایط نامناسب زندگی شکایت میکنند و میگویند ناداری و نبود سرپرست خانواده ناگزیرشان کرده که به جای رفتن به مکتب کار شاق انجام دهند. مش میشد امام من پر دقیقه مرداری بندی گرز و شان طولو کزو کرده دوری وانست اما کور سوک نسی ساتاله من کور سوک نسی پلان مش میشد ایدا یه واری وار کده زاره کالی و آمون ده مرداغ مجبوری نسی کبار طولو کور شان طولو سم بسیر پدر پا پیدا میکنم در خانه نام میبریم با مکتب نمیریم از دولت میخواییم که برای ما کمک کنن. از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت کندز از جمع آوری کودکان خیابانی از سطح شهر و کمک با خانواده های آنان خبر بدهند. حقا یتیمان سپ خیابانونو که گرز بی تعلیم او بی درس او دست اسانتیوی بی جون نلری، نو منگا مخی هم دست یتیم خانو تا دیر یتیمان راتول کردی او حقی اتم زمینه تعلیم برابر کردی او لا هم انشاءالله اقدامات کرو او پرگرامون روان دی دیگر تا بی زمینه تعلیم او بی درس برابر کردی. تنها در ولایت کندز نیست که کودکان سرگرم کارهای شاقند، بل در بسیاری از ولایت ها هزاران کودک از رفتن به مکتب محرومند و برای پیدا کردن لقمانان کارهای شاق انجام می دهند.